ای فدای تو هم دل و هم جان، وی نثار رهت همین و همان. درود بر شما دوستان عزیز. با بیتی از هاتف اصفهانی شروع کردم. میخوام درباره این ترجیع‌بند معروف براتون صحبت کنم که واقعا یکی از معروف‌ترین ترجیع‌بندهای زبان و ادبیات فارسی است. در کنار ترجیع‌بند سعدی ای سرو بلند قامت دوست، هر دو از بهترین ترجیع‌بندها هستند و اینقدر این ترجیع‌بند هاتف مشهور و تاثیرگذار هست که واقعا تا نام ترجیع‌بند رو میشنویم یاد این شاعر دوران بازگشت ادبی میفتیم. مثل دو بیتی که نام بابا طاهر رو به یادمون میاره، مثل رباعی که نام خیام رو با خودش همیشه همراه داره، ترجیع‌بند هم با نام هاتف اصفهانی گره خورده. هاتف نام شعری سید احمد حسینی اصفهانی است که پزشکی بوده، طبیبی بوده در دوران خودش و از اون پزشکایی که در کنار طبابت عشق می‌ورزند به شعر و ادبیات و از معنویت بهره‌مندند، ایام خوشی دارند، دل خوشی دارند با امور قدسی، معنوی و فرامادی. این شاعر که پیرو سعدی بزرگ هست، شعرهای ارزشمندی سروده که تعدادش زیاد نیست، بیش از 2000 بیت نگفته و به قول حسن وحید دستگردی کمگوی و گزیده گوی هست در ادب فارسی. اما مشهورترین شعرش همین ترجیع‌بند هست که 5 بند داره و 1 برگردان که در واقع بیت تکرار شونده هست بین بندها، که یکی هست و هیچ نیست جز او، وحده لا اله الا هو. این شعر از اون اشعاری هست که به خطه‌های دیگه سفر کرده و این مفاهیم عمیق معرفتی و الهام بخش رفته به زبان‌های فرانسه، انگلیسی، ایتالیایی به خاطر ترجمه‌های خوبی که از این شعر زیبا شده. اونها هم آشنا شدن با این شعر و ترجمه انگلیسی اون رو انیشتن هم شنیده از زبان قاسم غنی که اون موقع دیپلمات ایران بوده در اون کشور، که خیلی براش جالب بوده. مثلا این بیت که چشم دل باز کن که جان بینی، آن چه نادیدنیست آن بینی، که محتوای عمیق این شعر برای انیشتن بسیار جالب و شگفت‌انگیز اومده. این شعر بسیار بسیار زیبا قادر هر کسی رو با خودش ببره. یک سفر عرفانی که میتونه ببره مخاطب رو با خودش ببره، به اوج برسونه. کلمات جادویی در این شعر به کار رفته. از نظر زبانی، ادبی، هنری واقعا در اوج هست. شاعر از یک تجربه عارفانه یاد میکنه که شب قبل براش رخ داده. شبی که پر از شعور عشق بوده و اونو در خلوت تجربه کرده. شعر یه حالت روایی و داستانی داره، انگار که برای ما داره یک داستانی تعریف میکنه. از یک تجربه عارفانی میگه که شب قبل براش رخ داده، مثل حافظ. دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند، و در آن ظلمت شب آب حیاتم دادند. هاتف اصفهانی هم همچین تجربه ای داره، میگه دوش از شور عشق و جذبه شوق هر طرف میشتافتم حیران. از عشق حرف میزنه، از شوری که این عشق بر جانش انداخته، از مجذوب شدن خودش، از سرگشتگی و حیرانی که تجربه کرده. ما تجربه شخصی یک عارف رو به زبان شعر میشنویم. از خلوتی حرف میزنی که روشن، از نور، نور حق روشن شده، نه از آتش. تجربه مثل تجربه حضرت موسی که داستانش در قرآن کریم اومده، نور یعنی نور خدا رو همونطوری تجربه کرده که موسی در کوه طور تجربه کرده. یعنی اون هم داره با خدا گفتگو میکنه. بعد جالبه که از دیر مغان یاد میکنه. دیر مغان، دیر که در اصل به مکانی برای عبادت خداوند در آیین مسیح هست، اما کم کم به معنای معبد به کار رفته. جالب این که خدا رو شاعر همه جا جستجو میکنه.
ابتدای شعر گفتگوی شاعر با خدا رو نشون میده که ای خدایی که من فدای تو، دل و جان من به فدای تو بشه. بعد در مورد وصل، اتصال صحبت میکنه، اینکه جان و دل بر کف نهاده بنده تو هستیم. بعد برای پیدا کردن خدا همه جا رو سرک میکشه، انگار شاعر میخواد بگه که من دیشب در جستجوی خدا چه ها کردم، کجاها رفتم، چیا دیدم. این شعر محصول این تجربه عارفانه هست که من حیران سرگردان برای جستجوی معشوق ازلی داشتم. ابتدا میره به دیر مغان، یعنی جایی که زرتشتیان هستن، دیر مغان، به آتشکده میره در ابتدا. در اونجا خدا رو جستجو میکنه و اونجا پیری هست، راهنمایی هست، مرشدی هست که بهش یک جام عشق میده، جامی نوشیده از عشق، جامی که نه عقل ماند و نه هوش، یعنی همون داستان همیشگی عقل محاسبگری که مانع عشق، اینجا دوباره خودشو نشون میده و شاعر میگه من تا اون جام رو سرکشیدم دیگه از عقل خبری نبود و نه از کفر خبری بود و نه از ایمان. یعنی عشق حقیقی فراتر از لفظ، فراتر از کلمه و مستی که نمیشه توصیف کرد. وقتی شاعر به این مرحله میرسه، همه اعضای بدنش، همه، حتی الورید و شریان، یعنی تمام رگ رگ وجود من، تمام سلول های من، نه فقط زبان من، نه فقط چشم من. در ابتدا میگه من نور حق رو دیدم، همونطور که موسی عمران دید. بعد در ادامه اینجا میگه که همه اعضای بدنم اون نور رو دید، فقط با چشم ندیدم، بلکه تمام سلول های من با هم فریاد میزدن، میگفتن که فقط یکی هست و هیچ جز او نیست. در واقع بحث وحدت وجود رو مطرح میکنه که یه بحث جدید نیست، ریشش برمیگرده به اون اندیشه‌های نوافلاطونی در یونان، به رواقیون برمیگرده. در عرفان اسلامی پرچمدارش ابن عربی هست و شاعران دیگه‌ای که اندیشه اصلیشون ریشه در وحدت وجود داشت، افکارشون منبع اصلیش همین بحث وحدت وجود بود، مثل بایزید بسطامی، مثل حلاج که جانش از دست داد و کشتنش و سوزاندنش و خاکسترش رو روز سوم به قول عطار در تذکرة الاولیا به باد دادن و دکتر شفیعی میگه که خاکستر تو را باد سحرگاهان هر جا که برد مردی ز خاک رویید. به هر حال اینا همه شاعرانی هستند که وحدت وجودی هستند و باور دارن به همچین عقیده‌ای. و شاعر چون واقعا وصل هست، یعنی شعری که سروده کاملا مشخصی که در یک درجه عرفانی بالایی بوده، این مفاهیم رو درک کرده، اتصال داشته، مفهوم عمیقی که البته خب مخالفانی هم داشته، همونهایی که حلاج رو فتوا دادن، فتوای قتلش رو صادر کردن و در واقع ثواب میدونستن که سنگی بردارن بر سر جسد نیمه جان حلاج بزنند و در واقع این رو یک نوع تبرک میدونستن، همون متشرعانی که وحدت وجود رو به این معنا نمیپذیرفتن. به هر حال همیشه مخالفانی داشته، ولی شاعر این رو باور داره و درک کرده و حس کرده و عشق کرده و به خوبی بیان کرده. مفهوم کلی وحدت وجود اینه که کلن عالم یه وجود بیشتر نیست. شاعران و عرفای وحدت وجودی باورشون اینه که همه این عالم از یک وجود بیشتر بهره مند نیست، اونم وجود مطلق پروردگار هست و بقیه ماسوی الله همه از اون وجود ناشی میشن. در حقیقت ما فقط یکی هست و هیچ نیست غیر از او. بهترین مثال برای بیان وحدت وجود خورشید هست، خورشید که یکی هست و تمام اشعه هاش عالم رو گرفته، یا دریا که یکی هست و همه قطره ها از اون ناشی شده. نکته جالب اینه که شاعر در بندهای مختلف به جاهای مختلف سرک میکشه و هدفش این هست که به وحدت ادیان بپردازه، اینکه میره به آتشکده و اونجا یک جامی مینوشه از عشق و پیامی که میشنوه. جالبه که پایان بند اول همینه که من بعد از اون که اون جام رو در آتشکده نوشیدم، همه رگ رگ وجود من و
فرید و شریان همه فقط یه چیز میگفت، یکی هست و هیچ نیست جز او. جالب این که بند که تمام میشه شروع میکنه با خدا حرف زدن، یعنی ابتدای بند اول با این شروع شد که ای فدای تو هم دل و هم جان، یعنی گفتگو با خدا بود. بعد دوباره توصیف حالش کرد، دوباره تو بند اول که تمام میشه باز میگه از تو ای دوست نکسلم پیوند، یعنی اینقدر مست شده بعد از نوشیدن اون جام در آتشکده عشق، بعد میگه از تو ای دوست نکسلم پیوند، من هرگز از تو نمیخوام جدا بشم، حتی اگر من تیکه تیکه بکنن من نمیخوام یک ثانیه از تو جدا باشم. بعد از این گفتگو با خدا به توصیف حالش میپردازه و همه توصیه میکنن که رها کن عشق رو، بیا به زندگی این جهانی خودت بپرداز، اصلا بیا به کوی عافیت تا آرامش داشته باشی. با وجود این توصیف فضایی که در اطرافش هست، با وجود همه آن چیزی که جامعه داره بهش میگه، ولی میگه من آدمی نیستم که گوش بدم، من اصلا اهل نمیشم. اهل نشدن منظورش اینه که من همرنگ جماعت نمیشم، که نخواهد شد اهل این فرزند. و میگه من میدونم کوی عافیت رو، من راه کوی عافیت دانم، ولی من فعلا به کمند عشق افتادم. جالبه در راستای اون بحث وحدت ادیان که شاعر معتقد همه ادیان در یه چیز مشترکن، درستی که در تاریخچه و مناسکش و آدابش و اینا فرق میکنه، اما همشون یه چیز میخوان بگن، میخوان اشاره بکنن به یک نور ازلی که یگانه هست. پس میخواد بگه اصلا اختلافی بین ادیان نیست، همه اتحاد جانهاست. که مولانا میگه که میگه مؤمنان معدود لیک ایمان یکی، جسمشان معدود لیکن جان یکی. یعنی میگه جسماشون، کسایی که واقعا ایمان دارن به خدا یکتا، جسماشون متعدده ولی جان اونها یکیه. جان حیوانی ندارد اتحاد، تو مجو این اتحاد از روح باد. جان گرگان و سگان هر یک جداست، متحد جانهای شیران خداست. هاتف اصفهانی هم که همچه مفهومی رو در واقع داره میگه، ولی خب به لباس دیگه ای، در قالب دیگری، به شکل دیگه. اینکه اول میره سراغ آتشکده، جامی از عشق می نوشه، تو بند دوم میره کلیسا و اونجا از دلبری ترسا میگه و دیالوگ و گفتگوی شاعر با دختر ترسا هم جالبه که بهش میگه شما چرا از تثلیث صحبت میکنین، در حالی که اون سگانه پرستی برای چیه وقتی که یگانه بیش نیست. پاسخی که میشنوه خیلی جالبه که گر از سر وحدت آگاهی تهمت کافری به ما مپسند، در سه آینه شاهد ازلی پرتو از روی تابناک افکند. ما در این گفتگو که ناگهان صدای ناقوس کلیسا رو شنیدم که میگفت که یکی هست و هیچ نیست جز او، وحده لا اله الا هو. و بعد حالا اینجا شاعر تو بند سوم میره به دیر مغان که نور خدا رو اونجا میبینه. به قول حافظ در خرابات مغان نور خدا میبینم، وین عجب بین که چه نوری ز کجا میبینم. و هاتف هم اینجا میره به کوی باده فروش و یک مجلسی میبینه، باده نوشان همه مست از می، و هاتف به ادب پیش میره و از درد خودش میگه. بعد پاسخش چیه؟ پاسخش جام شراب هست. تو هر بندی ما یک خردی رو میبینیم، شاعر رو داره هدایت میکنه. توی بند اول دیدیم اون پیر رو، در بند دوم اون دلبر ترسا پیام نقضی رو گفت، اینجا هم پیری هست که پیر بادنوش هست که بهش میگه بیا از این پیاله عشق بنوش، اما زیاده منوش، به خاطر اینکه زیاده اگر بنوشه دیگه پاش تو این جهان بند نمیشه، دیگه نمیتونه زندگی معمولی داشته باشه، دیگه نمیتونه این زندگی مادی رو ادامه بده، برای هم میگه زیاده منوش. و میگه منم یه جرعه نوشیدم و تمام شد، از رنج عقل و مهنت هوش فارغ شدم و اصلا از هوش رفتم، مدهوش شدم، و وقتی به هوش اومدم انقدر فارغ شدم، انقدر مست شدم که فقط یکی رو دیدم و بقیه همه خط بود، همه نقش بود، یعنی همه نقش و نگارهای این عالم کنار رفت و فقط من یکی رو دیدم. از ملکوت این صدا رو شنیدم که یکی هست و هیچ نیست جز او، وحده لا اله الا هو. چقدر بندها
به زیبایی در کنار هم قرار گرفته. چقدر شاعر تواناست، میتونه دست ما رو بگیره، دونه دونه توی هر مرحله‌ای تو گوش ما بخونه. یعنی واقعا این شعر میتونه ما رو به اوج برسونه. و چقدر این بند قشنگ شروع میشه، میگه چشم دل باز کن که جان بینی. این چشم، چشم سر نیست، چشم دله. چشم دل باز کن که جان بینی، آن چه نادیدنیست آن بینی، چیزی رو که بقیه نمیبینن تو ببینی. واقعا این بند زیباست، حتی به نظر من از دو بند قبلی هم قوی تره. وقتی میگه، گرچه اونا هم خیلی زیبا بود، میگه گر به اقلیم عشق رویاری همه آفاق گلستان بینی، اگه به اقلیم عشق پا بذاری همه جهان برای تو گلستان میشه. آنچه بینی دلت همان خواهد، وانچه خواهد دلت همان بینی. یعنی به زیبایی داره میگه که دیگه تفاوتی وجود نداره بین اون چه میبینی و اون چه میخوای. آنچه بینی دلت همان خواهد. اینجا چشم دل باز شده، چیزهایی رو میبینی که بقیه نمیبینن. دل تو دیگه چیزی رو که بقیه میخوان نمیخواد، دل تو چیز دیگه ای میخواد، چون چیز دیگه ای رو دیده، چون چشم تو، چشم دلت باز شده، عالم دیگه ای رو دیدی، تجربه فوق‌العاده دیگه ای داشتی. بی سر و پا گدای آنجا را سر به ملک جهان گران بینی. توجهی به هیچ چیز در این عالم نداره، یعنی گدای بی سر و پای اون ملک محلی به این دنیا نمیذاره. گدای بی سر و پای اونجا که شاید هیچ مقام بالایی هم اونجا نداشته باشه، یعنی میخواد بگه کمترین کسان اون عالم از کل این دنیا دست برداشتن. هم در آن پا برهنه قومی را پای بر فرق فرقدان بینی. فوق‌العاده است که به کجا میرسی اگر چنین تجربه بی نظیری رو داشته باشی. هم در آن سر برهنه جمعی را بر سر از عرش سایبان بینی. آستین فشان از دو کون، آستین فشان از این دنیا و اون دنیا. دل هر ذره را که بشکافی آفتابیش در میان بینی. یعنی هر چیزی که تو این عالم، هر ذره‌ای رو که بشکافی نوری درش هست، نور حق درش تجلی پیدا کرده، خداوند تجلی پیدا کرده. خیلی زیباست. اینجا از اون تجلی صحبت میکنه که تو سوره اعراف اومده که ولما جاء موسی لمیقاتنا و کلمه ربه قال رب ارینی انظر الیک، که قال لن ترانی ولکن انظر الی الجبل فان استقر مکانه فسوف ترانی، که بعد اینجا میرسی که فلما تجلی ربه للجبل جعله دکا و خر موسی صیغا. یه موسی بیهوش میشه از این تجلی. و این بحث تجلی بحث خیلی قشنگی در عرفان هست که خداوند بر تمام این هستی تجلی کرده. که تو بند بعدی هم ادامه پیدا میکنه که میگه دل هر ذره را که بشکافی آفتابیش در میان بینی. هر چه داری اگر به عشق دهی کافرم گر جوی زیان بینی. چقدر این بیت زیباست که میگه هر چی که اگر هر چی داری به عشق بدی یک جو زیان نمی کنی. در واقع انگار داره قسم میخوره که آی آدم ها بیاین عاشق بشین، به خدا ضرر نمی کنید. کافرم گر جوی زیان بینی. در ادامه میگه جان گدازی اگر به آتش عشق، عشق را کیمیای جان بینی. عشق مثل کیمیا هست، جان تو طلا میکنه. اتفاقا سعدی هم شبیه همین مضمون داره، میگه که تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی. بعد جالبه میگه که وقتی که اون وسعت ملک لامکان رو ببینی، تو چیزایی میشنوی که بقیه نمیشنون. آنچه نشنیده گوش آن شنوی، چون دیگه تو با این گوش ظاهری نمیشنوی. وانچه نادیده چشم آن بینی، با این چشم ظاهری نمیبینی، با این گوش ظاهری نمیشنوی، تا به جایی رساندت که یکی از جهان و جهانیان بینی. فقط تو یکی میبینی، با یکی عشق ورز از دل و جان، تا به عین الیقین عیان بینی. دوباره بیت برگردان میاد که میگه که یکی هست و هیچ نیست جز او، وحده لا اله الا هو. میرسیم به بند آخر شعر که میگه یار بی پرده از در و دیوار، در تجلیست یا اول الابصار. یعنی اگه بصیرت دارین میبینین که یار
مخفی نیست، خداوند معشوق ازلی مخفی نیست، بی پرده در تجلیست، فقط باید چشمت باز باشه ببینی. بعد انتقاد میکنه از اونا، میگه که شمع جویی آفتاب بلند، آفتاب بلند هست، تو چرا شمع روشن کردی؟ روز بس روشن و تو در شب تار؟ پرسش جالبی داره میکنه. این داره ایراد میگیره به فلاسفه، به کسایی که میخوان وجود خدا رو اثبات بکنن. میگه اصلا لازم نیست اثبات کنین، وقتی خورشید روشنه همه جا تابیده، چرا میخوای اثبات بکنی؟ فقط باید چشم دلت باز بشه. بعد شرطش تو بید سوم بند پنجم میگه، گرز ظلمات خود رهی، بینی همه عالم مشارق انوار. فقط تو از اون تاریکی های وجودت، به قول مولانا میگه که آینه دانی چرا غماز نیست، زان که زنگار از روخش ممتاز نیست. آلودگی ها ناپاکی ها رو پاک بکنین، اون وقت میبینی که همه عالم پر نور میشه، پر عشق میشه، پر زیبایی میشه. میگه کوروش قاعد و عصا طلبی بهر این راه روشن و هموار. اصلا تعجب میکنه هاتف، میگه که این راه رسیدن به خدا، این مسیر عشق، این نور، این روشنه، این همواره، بعد تو چرا دنبال عصا هستی؟ دنبال کسی هستی که تو رو هدایت کنه؟ مگه چشم نداری؟ مگه نمیتونی ببینی؟ چه نیازی به راهنما داری؟ چشم بکشا به گلستان و ببین جلوه آب صاف در گل و خار. تو فقط چشماتو باز کن، به گلستان نگاه کن و میبینی که این آب صاف یه جا گل به وجود آورده، یه جا خار. یعنی همه اینا، عشق در همه اینا تابیده، در تمام هستی تابیده. و جالبه اون آب بیرنگ صاف در همه هستی یکسان باریده. یاد این جمله قشنگ افتادم که عطار میگه تو تذکرت الاولیا که به صحرا شدم عشق باریده بود و زمین تر شده بود، چنان که پای به زمین فرو شود به عشق فرو شدم. خیلی این جمله قشنگ، یعنی همه هستی پر عشقه، عشق الهی همه جا هست، تجلی کرده، تابیده، آب صافی است که در گل و خار همه جا دیده میشه. فقط باید چشم دل باز کنی تا ببینی که از این آب بیرنگ صد هزاران رنگ در اومده. این همه تنوع فقط از یک چیز هست، از یک عشق هست، و تو پا در این راه باید بذاری. میگه پا به راه طلب نه و از عشق بهر این راه توشه ای بردار. مهمترین توشه تو عشقه، عشقی که شود آسان ز عشق کاری چند، که بود پیش عقل بس دشوار. پیش عشق هیچ چیز دشوار نیست، پیش عقله که کارها دشواره. و تو باید مدام عاشق باشی و از عشق بگی، از اون هستی لایزال بگی، از صبح تا شب ورد زبانت باید این باشه. همونطور که خودش میگه، همه حتی الورید و شریان، همه رگ رگ من اینو گفت، تو هم باید همش صبح و شب مدام باید از یار بگی. حتی اگه بگن تو رو راه نمیدیم، صد رهد لنترانی ارگوین، باز میدار دیده بر دیدار. حتی اگر اینو بگن تو بدون که تو خواهی دید، در واقع داره به ما امید میده که میرسید، میرسید، ناامید نباشید، قدم بردارید، عاشق باشید، عاشقانه زندگی کنید، خسته نشید. و پایان شعر میگه که این ارباب معرفت که گاهی مستند و گاهی هوشیار، اینها اگه از شراب میگن، این منظورش اون شراب، اون سکریات و اون مستی ظاهری نیست، که مستی شراب نیست. مولانا هم میگه که عارفان را شمع و شاهد نیست از بیرون خیش، خون انگوری نخورده بادشان از خون خیش. عارفان به همچین مضمون اشاره میکنه که میگه اینا فقط نماده، فقط سمبولی هست برای بیان عشق، چون چیزی بهتر از شراب پیدا نمیکنن برای توصیف اون مستی. و باز پایان شعر که میگه راز همه این عرفا و ارباب معرفت اینه که یکی هست و هیچ نیست جز او، وحده لا اله الا هو. خب ممنون که تا اینجا با من بودید، امیدوارم که سرمست شده باشید از این شعر زیبا. امید که جان همه ما با نور حق روشن باشد.